موافقت دولت مجارستان با عدم برگزاری یک مراسم ویژه یادبود قربانیان هولوکاست نیز مخالفان را راضی نکرده و آنها همچنان خواستار تغییر بنای یادبودی هستند که به این مناسبت در میدان آزادی شهر بوداپست جای گرفته. مراسم یادبود قربانیان هولوکاست قرار است در هفتادمین سالگرد اخراج یهودیان از مجارستان و انتقال آنها به کمپ های نازی ها برگزار شود. در پی افزایش مخالفت ها مسئول دفتر نخست وزیر مجارستان گفت ما به برداشت های نادرستی که از سوی گروهی از مردم درباره این بنای یاد بود رخ داده احترام میگذاریم و تصمیم داریم مراسم مختصری در این روز برگزار بزنشت. کنیم. جامعه یهودیان مجارستان ضمن انتقاد نسبت به این بنای یاد بود میگوید دولت با ساخت این بنا که از قربانی بودن مجارستان در دوران نازی ها حکایت دارد احساسات بازماندگان هولوکاست را نادیده گرفته 450,000 هزار تن از یهودیان تبعید شده به اردوگاه های مرگ در بین سال 1944 تا 1945 کشته شدند این مرد با اشاره به اینکه پدرش در اردوگاه های کار اجباری در اتحاد جماهیر شوروی کار میکرده میگوید با قرار گرفتن چنین بنای یاد بودی در مرکز شهر موافق است اما این فرد میگوید این اقدام سبب افزایش اختلاف میان مردم در مجارستان خواهد شد <سوط> پیشتر بزرگترین سازمان یهودی مجارستان در بیانیه ای از بایکوت مراسم امسال خبر داده و اعلام کرد که انصراف از این تصمیم را منوس به روشن شدن نقش شهروندان مجارستان در تبعید و کشتار یهودیان این کشور میداند خبرنگار یورونیوز میگوید سازمان های مدنی به اعتراض خود تا پایان این هفته ادامه میدهند و پس از آن درباره چگونگی ادامه اعتراض ای تصمیم میگیرند ماجراتیلا یورونیوز بوداپشت